limits. Rise to another level, dream to the finish with a team independent. Yeah, we moving like a steamroller, really extreme. When it's feeling kind of mean, with it. Keep on top of the mission, squad keep it authentic. Get the haters some distance. We about to change the charter, mean we about to change the vision. If you moving with us, better keep it tuned and handle business. Will be televised. Are you ready for the rise? Are you ready for the rise? Are you ready for the rise? The rise will be televised. Are you ready for the rise? Are you ready for the rise? Are you ready for the rise? The rise will be televised. سلام، چطورید بچه‌ها؟ این فعلا با یه ویدیو دیگه اومدم در خدمتتون. ویدیو امروز ویدیو آموزشی در مورد چمپیونشیپ هست. تریلر که دیدید قبل، تریلر چمپیونشیپ. چمپیونشیپ بزرگترین مسابقات کد موبایل، هم از نظر پرایس یا جایزه که میدن 2 میلیون دلار و هم از نظر تعداد نفرایی که شرکت میکنن. چمپیونشیپ برای موبایل و آیپد و تبلت مجازه، البته تا قبل از استیج 4. از استیج 4 به بعد فقط موبایل آزاده، که پارسال بعضی ریجن ها حتی گوشی موبایل سونی باید حتما میگرفتن، چون سونی اسپانسر مسابقاته. پس پی سی پلیر ها نمیتونن شرکت کنن. چمپیونشیپ از 3 جوان تا 27 جوان مرحله یکشه. مرحله یک به صورت 3 روز 10 رنگ انجام میدید و 4 روز استراحت داره. یعنی چی؟ یعنی شما از 3 جوان تا 6 جوان که میشه از 13 خرداد تا 16 خرداد 10 تا رنگ مچ میرید و با ترناسا به رنگی که دارید بهتون امتیاز میده. رنگ الایت 10 امتیاز، پرو 12 امتیاز، مستر 16 امتیاز و لژندری 20 امتیاز. هفته اول شما اگر به 60 امتیاز برسید به شما جایزه انفور LMG اپیک رو میده. هفته دوم، یعنی 4 روز استراحت داریم، بعدش 3 روز دوم میاد. باز از 20 خرداد تا 23 خردادی که جایزش یه دونه QXR. هفته سوم یه دونه M16 میده که از 27 خرداد تا 30 خرداد هست. و هفته آخر، یا هم هفته چهارم، که از 3 تا 6 تیر هست یه دونه راس 79U میده به شما. حالا مسابقات پارسال به صورت دو مرحله بود، یعنی دو تا انتخابی 512 تیم بود. امسال یه دونه 256 تیمه. دو تا کاراکتر در نظر گرفتم. پارسال دو تا کاراکتر بود، با دو تا 30 تا مچ میرفتیم، ولی امسال یه دونه 30 تا مچه، که 30 تا مچه که همین سیتا بچ رو بدید بهتون مرک میده، مرک 5 که تصویرش رو میبینید. حالا خیلی ها میپرسن چجور میشه مانتاریو گرفت. مانتاریو باید داخل استیج اول بگیرید، یعنی همون 4 هفته اولی باید تمام مچه ها رو برید، یعنی 40 مچ رو برید. چون بعضی هم مثلا میان 3 تا مچ داخل لژندری میبرن و جایزه مثلا انفور LMG رو میگیرن، دیگه بقیه مچه ها نمیرن هفته دیگر، ولی باید شما همه مچه ها رو برید. بعدش که انتخاب حالت امتیازتون در نظر گرفته شد، اگه شما داخل یکی از این مراحل قبول بشید، یعنی جایزش رو بگیرید، میتونید داخل مرحله دوم ثبت نام کنید. مرحله دوم برای یه دونه اسکین لوکس هست و چیزای دیگه. حالا این پرسه مرحله دوم چطوری؟ مرحله دوم به صورت گروهیه. شما باید با 5 نفر دیگه تیم بشید، یعنی در کل 6 نفر باشید و 30 تا رنک برید. این 30 تا رنک بر اساس اوریج، یعنی میانگین رنک بازیکنان تیم انتخاب میشه، که به نظر من همتون لژندری شید. یا مثلا اگه مثلا 3 تا 4 تا لژندری هستید، اون دو تا دیگه مثلا از سر 4 و 5 باشن، پایین تر نباشن. چون شما به هر حال این 30 تا بچه که برین رنک همتون باز میاد بالاتر، چون پوینت میگیرید. به هر حال یه حقی انگار عدالت نداره، یه حقی اصلا گرفته میشه به خاطر اینکه کمتر امتیاز میده، چون امسال 256 تا تیم انتخاب میشه.
شما اگه 10 تا رنگ شو داخل از این 30 تا مچ ببرید بهتون ای اس ول میده، و اگر جزو 256 تیم بشید، 256 تیم برتر همون ریژن یا منطقه‌ای که هستید، بهتون 1000 سی پی میده. حالا یه مش راهکاری که من به نظرم خوبه رو بهتون میگم که شاید این 1000 سی پی رو بتونیم بگیرید. بازیکن ایران نمیتونن داخل استیج 4 شرکت کنن به خاطر اینکه استیج 4 پستال کد میخواد و یه مش چیز دیگه که ایرانی ها ندارن و ایران تحریمه. میتونید یه ریجن دیگه انتخاب کنید، چون ریجنی که داخلش هستیم پر جمعیت ترین ریجن داخل بازی، یعنی تعداد پلیرهایی که از فوق العاده زیاده، ایرانیا، پاکستانیا، عربا، هندیا، همینا خودش کلی میشه. به نظر من مثلا میتونید ریجن ژاپن یا اروپا رو انتخاب کنید یا یه جای دیگه، چون تعداد پلیرهاش به نسبت کمتر و آسان‌تره. دقت کنید که مثلا داخل استیج اول شما 10 تا رنگ که میخواید برید، سعی کنید همه مچ‌ها رو ببرید، چون اگه به امید مثلا ببازید به امید آخری باشید، من تو شرایط بودم خیلی گنده، یعنی حتما باید مثلا یه رفیق قویتون رو بیارید، ممکن اون زمان هم نباشه برید رنگ ببازید. دقت کنید همون چند تا مچ اول ببرید و جایزه رو بگیرید، چون مانتاری لازم نیست همه مچ‌ها رو بخواید ببرید، فقط باید 40 تا مچ انجام بدید. یه چیز دیگه، کسی به شما گیر نمیده که از چه گانی یا چه پرکی استفاده میکنید، پس اگر تیمی رفتید یا سولو رفتید، به نظر من مثلا داخل دامینیشن یا آرت پوینت مثل خیلی از گارنا پلیرها یا پلیرهای چین شما پرک پرزیستنس بردارید، یا اصلا داخل سرچ از تریپ ماین استفاده کنید، یا اصلا اکیمبو NA45، مهم بردن شماست. کس نمیاد به شما بگه چه جوری بردین یا باختین، مهم اینه که شما ببرید. به هر حال اینم یه ویدیو بود در مورد چمپیونشیپ، چون خیلی از پلیرهای ایرانی بتل رویال پلی میدن و از مولتی پلیر سررشته ندارن، من اومدم این ویدیو رو درست کردم تا همه بتونیم استفاده کنیم از این اسکینای مفت و مجانی که ریخته. امیدوارم خوشتون اومده باشه.